صحنه های پر هرج و مرج افغان هایی که تلاش دارند افغانستان را ترک کنند به گونه وسیع درک این موضوع را برجسته می سازد که برنامه خروج حکومت رئیس جمهور بایدن برای ختم جنگ دراز مدت امریکا به شکل ضعیف طراحی شده بود. تصاویر چند روز اخیر در میدان هوایی کابل بسیار دلخراش و آزاردهنده بوده است. اما رئیس جمهور بایدن باید در مورد هزینه انسانی یک راهکار جاگزین این خروج را نیز باید فکر میکرد که آن حضور در میان جنگ داخلی در افغانستان می بود. به تعقیب تصرف سریع افغانستان توسط گروه طالبان، ایالات متحده برای تخلیه هزاران آمریکایی و متحدین افغان خود دست و پنجه نرم میکند. ما یک تعداد گروه ها را اولویت داده ایم. شهروندان آمریکایی، کارمندان سفارت و خانواده هایشان، کارمندان محلی استخدام شده ما، افراد دارای ویزای خاص مهاجرت و درخواست دهندگان آن، افغان هایی که واجد شرایط برنامه های مهاجرت P1 و P2 اند که شامل ترجمان هایی می شود که به سازمان های رسانه‌ای و سایرین کمک کردند. مقامات آمریکایی شام سه‌شنبه گفتند که بیش از 3200 نفر به شمول کارمندان سفارت آمریکا، آمریکایی‌ها، شهروندان افغان و کشور سیومی را از کابل تخلیه کردند. بر علاوه، ایالات متحده نزدیک به 2000 مهاجر افغان دارنده ویزای خاص را به ایالات متحده منتقل کرده است. حکومت به رهبری بایدن با طالبان مذاکره می‌کند تا این روند تخلیه کم از کم تا ختم ماه اگست ادامه یابد. طالبان به ما اطلاع داده اند که آماده اند عبور مسئول غیر نظامیان را به میدان هوایی کابل فراهم سازند و ما قصد داریم آنان را به این تعهد پابند نگه داریم. پس از تصرف کابل، گروه طالبان روز سه‌شنبه نخستین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. زبیلا مجاهد، سخنگوی این گروه که برای نخستین بار در صفحه تلویزیون ها ظاهر شد، تعهد کرد که افغانستان به لانه دهشت افغانان مبدل نخواهد شد و تضمین کرد که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام تضمین می شود. جنگ دوام نغوالو، افغانستان صلح و ثبات لیوالیو، هم دیده خطر مبارزه سویده. با توجه به خشونت های گروه طالبان در گذشته، بسیاری سوالات در ذهن تداعی می شود که آیا این وعده ها واقعی اند یا خیر؟ به دست آوردن همکاری گروه طالبان در تخلیه مسئول شهروندان آمریکایی و متحدان افغان آن، به گفته ارل انتونی واین از نهاد تحقیقاتی ویلسن سنتر، یک آزمایش کلیدی برای حکومت به رهبری جو بایدن خواهد بود. اگر به نظر برسد که یک سری فراینده های کافی و بسنده در تمام این امور و سایر مسائل مثل رسیدگی به تهدید احتمالی دهشت افغانی در آینده وجود داشته باشد، دور مثال رسیدگی به این که چگونه منطقه در کنار هم قرار گیرد، در دراز مدت استراتژی ما چه خواهد بود؟ فکر میکنم که میتوانید یک چهره با اعتماد امریکا را دوباره ایجاد کرده و شکل دهید، هم در ایالات متحده و هم در خارج. اما این مهم به سخت کوشی و نتایج مستحکم آن نیاز دارد. جو بایدن جمهوری ایالات متحده ایام تعطیلات خود را زودتر از موعد آن در کمپ دیوید ترک کرد و شام سه‌شنبه به قصر سفید برگشت. آقای بایدن با خشم قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات مواجه است. افرادی که وعده کردند در مورد خروج بد طراحی و مهندسی شده از افغانستان تحقیق کنند. چالشی که تا کنون بزرگترین بحران پالیسی خارجی آقای بایدن پنداشته می شود.